هر نوع رابطه معناداری. جالب اینه که هر چقدر رابطه مهمتر باشه، حساسیت طرفین برای مورد اغماض و بیتوجهی قرار گرفتن نیازهاشون اثر عمیق‌تر میذاره. هرچقدر روابط سطحی تر باشه، آدم راحت تر از روش عبور میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه دوستی که ما با هم فقط لباسمون توی آفتاب خوش شده، من باهاش قرار بذارم که ساعت 7 بیاید با هم بریم سینما و من 7 برم دم سینما و اونو نبینم، بعد بهش تلفن بزنم بگه ای امشب گفتی، من فکر کردم فردا، من میگم که برو گم شو، گوشی رو میذارم زمین و خودم هم بلیتم دستم میرم تو سینما میشینم و یک سلولم هم تکون نمیخوره، فقط به خودم میگم دفعه دیگه من با این قرار سینما نمیذارم. اما اگر این اتفاق با کسی بیفته که برام خیلی عزیزه و نیاز من اینه که آینه‌ای شفاف باشه برای تجربیات حسی و عاطفی من، اون وقت سرخوردگی انقدر میشه که گرفتار بیخوابی میشی، گرفتار یک یأس طولانی مدت میشی، گرفتار یک غمی سنگین میشی که مثل یه لاسه، مثل یک از کف رفتنه، در واقع از کف رفتن یک امیده. خب اگر یکی از طرفین یا زوجین این مسئله رو رعایت کنه و طرف دیگر رعایت نکنه، اصلا همچی چیزی وجود نداره. رابطه گرفتار همون بحران میشه که ازش صحبت کردیم، چون یک رابطه دو سر داره، ننوی رابطه وقتی حرکت میکنه که در دو طرف به یک نقطه با ثبات امنی آویخته باشه و همون سرخوردگی ها اتفاق میفته. نکته رو اشاره کردن که گاه علت حمله یا تاخت بر نیازهای یکی از طرفین در واقع تجربیات قبلیه یا حساسیت هایی که یک زوج نسبت به خواسته های هم دارن. یعنی مثلا تو برای فامیل خودت مهربونی، برای فامیل من نیستی، پس وقتی که تو میخوای وقت تلافی منه. خب اینا همه از اون بنبست ها و از اون به اصطلاح از اون موانعی هست که بر سر یک رابطه به وجود میاد. ببینید، رابطه یک موجود زنده است، یا رشد میکنه یا میمیره. برای رشد رابطه تو باید به نیازهای رابطه توجه کنی، درست مثل یک گلدون که تو میدونی آفتاب میخواد، کود میخواد، آب میخواد، جای سرد میخواد یا جای گرم میخواد. رابطه عین یک موجود زنده است، در شرایط خوب رشد میکنه، در شرایط بد میمیره. میخواستم ببینم که مسئله اختلاف نظر توی رابطه کجا وای میشه، برای اینکه بعضی موقع ها که آدم صحبتی طرف آدم میکنه و آدم اختلاف نظر داره یا بخواد مثلا به قول معروف اپینین خودشو بده، بعد میگه چرا مثلا مخالف حرف من حرف میزنی یا میخوای لجبازی کنی، این مسئله کجا قرار داره؟ نه ببینید، ما نگفتیم که در یک رابطه سالم یا همون زوجهای شاد ما نگفتیم که اینا هیچ تفاوت نظری ندارن، ما نگفتیم که رابطه همیشه باید برآورنده حاجات طرفین باشه، اصلا اینو ما مطرح نکردیم. بسیاری از زوجهایی هستن، من دیشب
خدمت آقای دکتر کریمی حکاک بودم و اتفاقا یک گفتگوی بود در این زمینه که انعطاف پذیری یا انعطاف ناپذیری رو ما در افراد چگونه معنا می کنیم؟ آیا بستگی به عوامل ژنتیک داره؟ آیا بستگی به شخصیت و عوامل یادگیری شده داره؟ خیر، ما میتونیم، ما نیاز طرف مقابل رو میتونیم پذیرا باشیم، بشنویم، همونطور که دیدید این قرار نشد بره باستان، ولی شنید و ذوق و شوق او رو پذیرا بود، اکنالج کرد و بعد نظر مخالف خودش رو، نظر متفاوت خودش رو، برنامه متفاوت خودش رو ارائه کرد. من یک سوالی داشتم، رابطه یه روابطی که با دوستا داری، روابط خانوادگی که با بقیه بچه های همسن و سال خودمون داریم، اگر که تو این رابطه دروغ ببینی، یک رنگی نبینی و به خاطر روابط طولانی که با اون خانواده و دوستا داری نمیتونی اون روابط رو حذف کنی، به خاطر اینکه بچت با بچهشون مثلا خیلی با هم هستن، از مثلا شاید 10 سال همدیگر رو میبینی، میشناسی، میدونی بچه ها با هم بزرگ شدن، ولی الان یک رنگی و سادگی و صداقت و اینا نیستش، چجوری میتونی این رابطه رو درست کنی؟ یا باید از این رابطه کامل بیای بیرون و به خاطر شرایطی که هست و دوستایی که دوروبر من خودم هستن نمیتونم از این رابطه بیام بیرون، چون دخترم خیلی عادت داره بهشون، به بچه ها، و بچه ها چون کوچیک هستن خیلی چیزا رو متوجه نمیشن برای بزرگا، ولی من خودم احساس میکنم مثلا یک دروغ میگن پشت سر هم دیگه، حرف میزنن مثلا یه جای دیگه میرن به این میگن ما اونجا نرفتیم، مثلا دیشب یه جایی مهمونی بوده رفتن هیچی نمیگن. حالا اجازه بدید من اول یه سوال کنم. آیا به نظر شما در دوستی هایی که در این سطحی که شما دارید میگید، چون یکی از مشکلات به خصوص شهر لس آنجلس که یکی از مطبای من توشه این هست که افراد مثل این که یک قرارداد نانوشته ولی محکم مثل قرارداد ترکمن صحرا بینشون هست که مثلا اگر ما 5 نفر دوست با هم دوستیم، 5 خانواده، ما هر کدوممون با هر کدوم دیگه ارتباط داریم بقیه باید بدونن. من با خود این نظریه موافقت ندارم. ببینید روابط روح گفتنش مهمه. آها، ببینید ما تردیدی در این نیست که دروغ و دروغ و به اصطلاح تقلب و نامهربانی و غیبت یا پشت سر یا دوگونه بودن بود و نمود، دوگونگی بود و نمود، اینا با هم همه جزء اون گلولاییه که آب زلال رابطه رو کثیف میکنه. خب و ما نمیتونیم بگیم که همه روابط انسانی باید از آغاز تا پایان زلال باشه. چرا؟ چون به قول افلاطون انسان هست و تمام آنچه که او را میسازد، نظام ارزشیش، عادتاش، خلقیاتش، تجربیات گذشتش که از اوی رو میسازه که ما میبینیم و میشناسیم. بنابراین به همین دلیله که آدم گاهی اوقات تو تمام طول زندگی 2 تا 3 تا بیشتر آدم پیدا نمیکنه که وصله جانشن. خب با بقیه معاشرت میکنه، ولی در این مورد که بزرگترهای همچین احساسی دارن، من توصیه‌ام اینه که شما روابط خودت رو با بزرگترها در قلب خودت از سطح سفیر به سطح کاردار پایین بیار. یعنی چی؟ تو دلت بگو این اوی نیست که من آرزو داشتم باشه، ولی ضرورت نداره روابط به شکلی قطع بشه که بچه های شما آسیب ببینن.
اونا خودشون به تدریج میآموزن چگونه. ببین رومن رولان در کتاب فکر میکنم ژان کریستوفشه میگه بزرگترین مصیبت دنیا قحطی و جنگ نیست، نامهربانی انسانهایی است که مهربان می نمودند. من اینو گفتم، این تیکه رو هم اضافه کنم که در تمام روابط، حتی روابط خوب و سالم، بالا بلندی هایی پیش میاد که اگر مهربانانه باهاش برخورد کنیم هنوز خیلی جا برای رشد تو رابطه هست.